سرخط خبرها و مهمترین ها. وزیر داخله طالبان: در 6 ماه گذشته در بسیار از ولایت‌ها هیچ رویداد امنیتی رخ نداده است. دای شاخه خراسان در افغانستان در حال جنگ با جهان است. مهاجران افغانستان در پاکستان از آغاز مرحله دوم اخراج اجباری نگران هستند. جبهات شمال و سراسر افغانستان گسترش پیدا یافت. مشروع خبرها. وزارت داخله طالبان در گزارش ادعا کرده است که در 6 ماه بسین در اکثر ولایت‌های کشور حتی یک رویداد امنیتی رخ نداده و در این ولایت‌ها هیچ تحرک ضد امنیتی صورت نگرفته است. در گزارش وزارت داخله طالبان درباره شمار این ولایت‌ها چیزی گفته نشده. در این گزارش که از سوی سخنگوی وزارت داخله طالبان در یک نشست خبری در کابل ارائه شد آمده است که در 6 ماه اخیر سال 1402 هجری خورشیدی 8747 مورد جرم ثبت شده که از این میان 7233 مورد کشف و 1525 مورد دیگر تحت تعقیب قرار دارد. در این گزارش آمده است که در این مدت 15549 عملیات ضد مواد مخدر در کشور انجام شده است و در این عملیات ها 5663 مظنون بازداشت و 1178 تن مواد مخدر به دست آمده است. بر بنیاد این گزارش در این مدت 377 کارخانه تولید مواد مخدر کشف و تخریب شده و 19000 فرد معتاد به مواد مخدر به مرکزهای بهداشتی معرفی شده است. دی اکانومیست: داعش شاخه خراسان در افغانستان در حال جنگ با جهان است. نشریه دی اکانومیست در تحلیل نوشته است که داعش شاخه خراسان در افغانستان زیر اداره طالبان در حال جنگ با جهان است. در این تحلیل با اشاره به حمله این گروه در مسکو آمده است که جاه‌طلبی‌های جهانی داعش شاخه خراسان در 22 مارچ آشکار شد. بر بنیاد این تحلیل اگر اتهامات حمله در مسکو بر داعش شاخه خراسان ثابت شود، این نشان خواهد داد که دشمنان دیگر این گروه مانند چین و آمریکا نیست در فهرست اهداف حمله‌های داعش شاخه خراسان قرار دارد. در این تحلیل همچنین آمده است که مبلغان خراسان طالبان را نیز ابزار فروخته شده به غرب می‌دانند، چون در کنار گناهان دیگر طالبان با دیپلمات‌های غیر اسلامی ملاقات می‌کنند و به کافران اجازه کمک به افغانستان را می‌دهند. مهاجران افغانستان در پاکستان از آغاز مرحله دوم اخراج اجباری نگران هستند. مهاجران افغانستان در پاکستان که نگران آغاز مرحله دوم اخراج اجباری از سوی حکومت تازه پاکستان هستند، میگویند که به سادگی از خانه هایشان بیرون رفتن نمی توانند و از زمین رو در نبود کاروبار با فقر و تنگدستی روبرو هستند. این مهاجران میگویند که در بسیار از حالت ها همچون زندانی به سر میبرند و حتی از بر شناسایی نشدن از سوی پلیس پاکستان به کودکانشان نیز اجازه بیرون رفتن را نمی دهند. به تازگی اداره ایالت خیبر پشتونخوا گفته است که تا 15 اپریل یعنی 27 عمل روند شناسایی مهاجران افغانستان را تکمیل خواهد کرد. جبهه مقاومت ملی افغانستان در صفحه رسمی اکس خود گزارش می‌دهد در دو حمله نیروهای جبهه مقاومت ملی در کابل و غور 7 طالب تروریست کشته و زخمی شده است. نیروهای جبهه مقاومت ملی حوالی ساعت 7 صبح دیروز یک طالب تروریست را که سوار بر موتورسیکل بود در روستای جوریا از مربوطات ولسوالی شهرک ولایت غور مورد حمله قرار دادند که در نتیجه آن فرد مورد نظر به اسم ملا سرافراز هلاک شد. دو میل اسلحه و یک راد موتورسیکل از نزد این طالب تروریست به دست نیروهای جبهه مقاومت ملی افتاده است. همچنین نیروهای جبهه مقاومت ملی عملیات را در منطقه سر کوتل خیرخانه مربوط به حوزه 17 امنیتی شهر کابل را اندازی کردند که در نتیجه آن دو طالب تروریست کشته و 4 طالب تروریست دیگر زخمی شده است. این عملیات در محل بازرسی طالبان در نزدیک شفاخانه کمال انجام شد. نیروهای جبهه مقاومت ملی در این عملیات ها آسیبی نرسیده است. نیروهای جبهه مقاومت ملی عملیات های خود را به هدف نابودی تروریستان و آزادی کشور و مردم از زیر سلطه گروه تروریستی طالبان در نقاط مختلف کشور طرح و اجرا می کنند. مردی که طالبان را مبارزان آزادی خوانده بود میگوید افغانستان منبع تروریسم است. خواجه محمد آصف گفت منبع تروریسم پاکستان در افغانستان است. یک روز پس از حمله انتحاری به کاروان مهندسان چینی در خیبر پختونخوا پاکستان، خواجه محمد آصف وزیر دفاع این کشور روز چهارشنبه در پیام در شبکه اجتماعی ایکس افغانستان را منبع تروریسم موجود در پاکستان خواند. او از طالبان بابت همکاری نکردن در سرکوب گروه‌های تروریستی انتقاد کرد و گفت که گروه‌های تروریستی آزادانه در خاک افغانستان فعالیت دارند. خواجه محمد آصف در اگست 2021 و در واکنش به فروپاشی دولت جمهوری و بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، طالبان افغان را مبارزان آزادی خوان و از استقلال رژیم این گروه استقبال کرد. با گذشت 2.5 سال از سلطه طالبان بر افغانستان، خواجه محمد آصف و دیگر مقام‌های پاکستانی طالبان افغان را به حمایت از تروریسم در پاکستان متهم می‌کنند.
وزیر دفاع پاکستان در پیام در اکس گفت منبع تروریسم در پاکستان در افغانستان است و با وجود تلاش‌های ما کابل هیچ پیشرفتی در این زمینه نداشته است. او مدعی شد که طالبان در حالی که از مخفیگاه‌های گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان آگاهند، به آنان اجازه می‌دهند که آزادانه از خاک افغانستان علیه پاکستان عملیات کنند. وزیر دفاع پاکستان در حال این اظهارات را مدعی کرده است که روز سه‌شنبه 7 فوریه یک عامل انتحاری کاروان مهندسان چینی را در منطقه ملاگند ایالت خیبر پختونخوا هدف قرار داد که در نتیجه رسکم 5 مهندس چینی و 1 شهروند پاکستانی کشته شدند. فعالیت گروه‌های تروریستی در خاک پاکستان به صورت عموم در 2 سال و 7 ماه گذشته پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان افزایش یافته است. مقام‌های پاکستانی تا اکنون بارها در ملاقات با مقام‌های طالبان خواستار مهار گروه‌های تروریستی تحریک طالبان پاکستان شده که گفته می‌شود هسته رهبری آن در داخل خاک افغانستان است، اما با وجود وعده‌های طالبان مبنی بر جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه، طالبان پاکستان هنوز به حملات در خاک پاکستان ادامه می‌دهند. خواجه محمد آصف در این پیام با اشاره به عبور تروریست‌ها از مرز افغانستان و پاکستان برای ایجاد تغییرات اساسی وضعیت مرزها تاکید کرد و گفت با توجه به افزایش حوادث تروریستی نیاز به تغییر اساسی در وضعیت مرزها احساس می‌شود. او در حال به این نکته تاکید کرد که دولت جدید پاکستان پس از یک وقفه اخراج اجباری مهاجران افغان از این کشور را اثر گرفته است. این اقدام دولت پاکستان از ماه اکتبر سال گذشته تا اکنون انتقاد طالبان و سازمان ملل را بابت نقض قواعد بین‌المللی مهاجرت در پی داشته است. اما وزیر دفاع پاکستان با اشاره به این نکته گفت که در شرایطی که کابل یعنی حاکمیت طالبان در کابل هیچ گونه همکاری در زمینه مهاجرت تروریسم ندارد، پاکستان مجبور نیست همه قوانین بین‌المللی را در مرز افغانستان اجرا کند. خواجه محمد آصف تاکید کرد ترددات تروریست‌ها باید متوقف شود. او گفت که هرگاه ارسال عوامل تروریستی از خاک افغانستان به پاکستان مهار و متوقف شود، روابط میان دو کشور به طور سنتی ادامه خواهد یافت. بر اساس گزارش پورتال تروریسم جنوب آسیا، حملات تروریستی در پاکستان در سال 2023 تقریبا 42% نسبت به سال قبل افزایش یافته. در 527 حمله 386 غیر نظامی، 532 غیر نیروی امنیتی و 584 شبه نظامی مربوط به گروه‌های مختلف تروریستی کشته شدند. روند حملات تروریستی در سال 2024 با بیش از 148 رویداد در دو نیمه اول که منجر به کشته شدن 121 غیر نظامی و 123 عضو نیروهای امنیتی از جمله افسران و 137 تن از نیروهای گروه‌های تروریستی شد نگران کننده بوده است. در 2 سال گذشته علاوه بر افزایش حملات، تحریک طالبان پاکستان و گروه داعش در خاک پاکستان، ردپای شهروندان افغانی در این حملات شناسایی شده است. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدئوی بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدئویمون را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدئوی بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش. خداوند یار و مددگاری همیتان باشه.